درود با 180 ثانیه یه سه‌شنبه هفتم آبان ماه ما رو همراهی کنید. سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت اگر دانشجویان در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب کنند طبق قانون با آنها برخورد می شود. طبق آخرین آمار در تهران سالانه 150 میلیون متر مکعب افت آب زیرزمینی رخ می‌دهد که حدود 80 میلیون متر مکعب مربوط به دشت ورامین و 40 میلیون متر مکعب مربوط به دشت‌های تهران و شهریار است. نشست زمین در دشت ورامین 36 سانتی متر در سال گزارش شده که ظاهراً برخی دکل‌های برق هم به خاطر همین فرونشست‌ها کج شده‌اند. دو روز پس از انتشار یادداشتی علیه فیلم کمدی مطرب ساخته مصطفی کیایی در خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه، اکران این فیلم که قرار بود از روز چهارشنبه آغاز شود متوقف شد. روابط عمومی پخش کننده فیلم بدون اشاره به توقیف آن اعلام کرد اکران این فیلم به احترام ایام عزاداری و نیز به دلایل فنی یک هفته به تعویق افتاده است. جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اعلام کرد بقایای جسد ابوبکر بغدادی اکنون دفن شده و در حال حاضر برنامه‌ای برای انتشار تصاویر مرگ او وجود ندارد. همچنین خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که بقایای پیکر ابوبکر بغدادی به دریا ریخته شده است. منابع خبری از کشته شدن بیش از 18 نفر در تظاهرات شب گذشته شهر کربلا خبر دادند. این در حالی است که منابع پزشکی و امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند که حداقل 14 نفر کشته و بیش از 800 تن دیگر زخمی شدند. وزارت امور خارجه ایران از شهروندان ایرانی خواست که به دلیل ناآرامی‌های اخیر از سفر به کشور عراق و مراکز زیارتی که در آن کشور وجود دارد خودداری کنند. فضاپیمای بدون سرنشین بوئینگ X-37 متعلق به نیروی هوایی آمریکا بعد از 780 روز فضاگردی دوباره به پایگاه کندی ناسا بازگشت. تاکنون آمریکا اعلام نکرده ماموریت این فضاپیما دقیقاً چیست، موضوعی که باعث شده بسیاری آن را فضاپیمای مرموز بنامند. تحقیقات جدید دانشمندان نشان می‌دهد که اجداد اولیه انسان‌های امروزی در منطقه‌ای در کشور بوتسوانا در جنوب قاره آفریقا حیات خود را آغاز کردند. قبلاً نیز دانشمندان به این نتیجه رسیده بودند که نسب جد همه انسان‌های امروزی به آفریقا برمی‌گردد، اما تعیین منطقه دقیق خاستگاه هوموساپینس‌ها موضوعی است که تحقیقات امروزی روی آن متمرکز شده است.